نظر می رسد که بتوانیم کمی زودتر شروع کنیم. هیچ کس نیمده هنوز؟ نه. خب آقای یاسر می زنگد. خب این دوستانی که هستید صدا چطوره؟ صدا رو فقط بگید. امروز خرج کرده تلویزیون برای ما یه میکروفون خریده. آقای یاسر، این 17 نفری که در لایف هستید بفهمید که صدا چطوره. صدا خوبه؟ فرق میکنه با هر شب یا خیر؟ یاسر جان از یوتیوب دارم میگم. مشخص. خب ویدا گلستان آرتین تو کار زندگی نداری؟ الان تو اون برنامه بودی که از برنامه سازای ما پرکارتر شدیم. صدا فرق میکنه با هر شب یا نه همون پخه؟ فرق نمیکنه به نظر شما. باور کنین نورا داره چشم کور میکنه. هرچی لامپ داشته آقای رامین آورده گذاشته اینجا، ریخته اینجا تو این اتاق. خیلی خوب. نه، منظورم این بود که صدا با هر شب فرق میکنه یا نه. آیا مثل هر شبه یا بهتر شده یا بدتر شده؟ چجوریه نسبت به هر شب؟ امی بهارانی، بهارانی صدا شفاف. ویدا گلستان میگوید جناب آقای کوروش خان حقیقی، بیا خدا ها دود از کنده بلند میشه. اینه این همه ادمین جوون، اون وقت تنها کسی که سر وقت حاضره کوروش حقیقی. آفرین واقعا. آقای مرتضی شمس تبریزی، کیاخان ما هستیم، آفرین به شما. مهداد شاد، شفافتر به نظر میرسد. او به اندازه 5000 دلار سر ما منت گذاشته آقا رامین به خاطر صدا که این میکروفون برامون نصب کردن و فلان این حرفا، که یعنی این صدا خیلی باید عالی باشه. خب 74 نفر، چه زمانی داریم به برنامه؟ 3 دقیقه. ما باید تا 7 به 300 نفر رسیده باشیم. واقعا دارم افتخار میکنه به این کوروش حقیقی. این کوروش حقیقی یک باعث افتخار جنبش ملی ما هستیم. واقعا باید بهش افتخار کرد. بله، قیام نزدیک پرژن گلف، بسیار عالی. زرا زمانی، رأی من دولت در تبعید. من 15 نفر اول بودم لایک. 89 نفر تو برنامه هستیم. شما 89 نفر، کسی هم که دیسلایک نکرده، الان میتونید انقلاب کنید. همه 89 نفرتون هم میتونه انقلاب کنی. چجوری؟ الان بریم برنامه رو شیر کنین. عرضم به حضورتون که باعث بشید که تعداد دیگری بیا. سعید خانه یحیاپور عزیز، به 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 به، چشم ما روشن، خوش آمدید. رسیدن به خیر. 89 نفر، 101 نفر. باید چارش اینه که فقط برید انقلاب کنید تا زمانی که تک تک شما به وجد نیاید، خودتون رو باور نکنید، قدرت خودتون رو نشناسید، احساس ضعف بکنید، احساس ناتوانی بکنید، احساس نشدن بکنید. روزگار همینه. روزی که شما احساس بودن بکنید، احساس این که من یه خروز آشام، چرا نمیتونی باشی؟ چرا نمیشه بشو؟ چرا فکر میکنی نمیشه؟ روزی که شما تصمیم بگیرین، جوانهای ایران هر کدوم تصمیم بگیرن که
نیبر سرویسز، خیلی خیلی ازت ممنونم، متشکرم که چراغ اول رو روشن کردیم. تعداد 125 نفر، رسیدیم به ساعت 7. هنوز 175 نفر کم داریم. اینم بیاد اینجوری. خیلی خوشگل شده. نه تو خدا خوشگل نیست به نظر شما؟ نه واقعا. چقدر بد سریعاً این جمهوری اسلامی. کانال یک به یاد آزاده ایرانی. به به. آقای مهم، برنامه صبحتون با اون زمانی پسر ریشو خیلی خوب بود. حالا چون اینجوری می نویسی آخه منم می خونم بعد نمیدونم وسطاش چی نوشتی، یه دفعه گیر می کنم. فرهاد عسگری، این عکس این گربه رو از کجا گیر آوردی؟ به به. جناب آقای بهداد خان جاویدان، آقای مهم، من خیلی فکر کردم که از ایران چه کمکی می توانم بکنم. شاید بشه یکی از هموطنان به من سفارش کار، طراحی دکوراسیون یا گرافیک بدهد و دستمزد اون رو به تلویزیون اهدا کنم. کی نوشته؟ گفته عاطفه. عاطفه خانم، اولا ممکنه من از شما خواهشی بکنم، شما با این شماره که بهت میگم با واتساپ تماس بگیر، 818-577-5380 818-577-5380 همین پیغامی که اینجا دادی رو اون شماره هم بده لطفا. 818-577-5380 پاپ نپ آریان رمضانی شماعی‌زاده زیبارو. به به به. جواد آریا میگوید که ایران 6:30 صبح است. به به. خانم دکتر فریما خانم، خانم فریما خانم، رسیدن به خیر. چشم ما روشن، کجا تشریف دارید؟ خیلی غیبتتون طولانی شده. فراموش نکنید که چهارشنبه جلسه ستاد داریم ساعت سلام بر دلار 30,000 تومانی. خوشتون میاد چجوری این پیشبینی های من یکی بعد از دیگه؟ امروز شروع کردن پراید فروختن، پیش فروش پراید. یه دم رفتن صف بستن باز. خوب شناختن مردم ایران. محسن اسرانی، سپاسگزار شما هستم. محسن اسرانی مهندس فرهاد، ممنون از شما. امین بهان، ممنونم. آریان رمضانی، به به. فریبرز ایرانی، محبوبه خلقی، به به. خانم فریما خانم، از اول پرسی های شما فریما خانم یه غیبتون میزنه و هیچ، اصلا هیچ دیگه و فلان و اینا و اینا. خیلی غیبت دارید. غیبت فکر نکنید ما غیبتاتون رو نمیدونیم. غیبتاتون بسیار طولانی شده، خیلی طولانی شده. کت لاور یعنی چی نمیدونم. عرض محمد صادق باقری، به به به. خانم زهرا، خانم نیک نژاد، واقعا آقای مرتضی موسوی، 4 صبح در اروپا 234 نفر. بله الهه میگه فریما خانم گرامی سپاس. به به. پروین جان دشتی، دوست عزیز من، سرنوشت من آخه به چه درد شما میخوره؟ آخه من کیم که حالا مثلا وقت شما رو بگیرم بابت سرنوشت من؟ ولی شروع کنیم یه موقعی قصه هارم شروع کنیم بگیم دیگه. رامین جان ممنون. آریو برزن، کوروش خان حقیقی، فریما خانوم، پپ نپ، امو شهرام لاویو، ممنونم از شما. زارا بردیا، این جوان امروز که صداش رو آلون دلونی کرده بود و با شما صحبت میکرد، مشخص بود ایران اینترنشنال فرستاده از شما اطلاعات بگیره. خیلی تابلو بود. آزادی ایرانی عزیز، به 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 به. آزادی جان، آزادی جان، آزادی جان، آزادی جان، آزادی جان، آزادی جان. از من برم از اون بر بیام ببینم چی میشه. میشه خروج از سیستم.
خب بعد این وقت چیکار باید کرد؟ به نظر شما خرابکاری کردم حسابی، مثل اینکه آره نبود به سیستم. اینجا باید چی میشه؟ بعد بیام اینجا، اینجا بعد بزنم AS ای بابا زده آرش بپرسیم. خب حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید. امیدوارم که با کرونا هم کنار آمده باشین. یه وضعیت عجیبی شده است در رابطه با این کرونا که امشب سعی میکنیم راجبش صحبت کنیم. ولی اول باید براتون یه شعر بخونم. تو این شعر رو نخونم خودم حالا خوب نمیشه. حالا اگه آرش گوشو برداشت رفت که رفت که رفت فردا صبح. خرابکاری کردم بیگ تایم. ای وای حالا اینو خرابکاری کردم بیگ تایم. خیلی خوب ناچار از اینجا باید برم. As an active intraday trader, you know one good day. اوضاع اقتصادی کرونا برگسه. من از شبهای تاریک بدون ما میترسم. من از شبهای تاریک بدون ماه میترسم، نه از شیر و پلنگ، از این همه روباه میترسم. مرا از جنگ رو در روی میدان گریزی نیست، ولی از دوستان آب زیر کاه میترسم. من از صد دشمن دانای لامذهب نمی ترسم، ولی از زاهد بی عقل ناآگاه می ترسم. پی گمگشتم در چاه نادانی نمی گردم. اصولا من نمی دانم چرا از چاه می ترسم. اگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید، اما نه از سختی راه، از سستی همراه می ترسم. من از تهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسم. من از نفرین یک مظلوم، از یک آه می ترسم. من از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهی اگر افتد به دست آدم خودخواه میترسم. نمیترسم ز درگاه خدای مهربان، اما ز برخی از طرفداران این درگاه میترسم. خدای من، نمیدانم چرا از تو
نمی ترسم، ولی از این برادرهای حزب الله می ترسم. طاهر خانم گرخانی، خدای من، نمی دانم چرا از تو نمی ترسم، ولی از این برادرهای حزب الله می ترسم. آقای همان، شما صبح برای پرچم یه حرفی زدین که مورد سوء استفاده قرار میگیره. چی گفتم مصطفی جون؟ بله، سالها قبل پیش بینی کردی سقوط جمهوری اسلامی نه سیاسی است، نه به خاطر حمله کشور خارجی، بلکه سقوط جمهوری اسلامی اقتصادی خواهد. خب اجازه بدید اول بریم به سراغ یه چند تا خبر. خبر دل برنامه رو، جیگر برنامه رو حال میاره. رامی میگه یک کلمه بگو از آخون میترسم. من از آخون نمیترسم، من از شما میترسم. شما آخون بودین دست من؟ نه، حالا توی چیز، توی بحث. من از آخون نمیترسم، من از سستی همراه میترسم. ویدا گلستان عزیز، خب بذارین چند تا خبر براتون بخونم. این خبرها مهمه. اولا رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته در خوزستان تعدادی از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری نشدند و برخی از این بیماران قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند. ناچار شدیم اسامیشان را به کلانتری ها اعلام کنیم تا برای اجرای قرنطینه تحت نظر قرار گیرند. یعنی چی؟ یعنی این که در اهواز بیمارستان ها نتونستن بیمارا رو بستری کنند، به اینها گفتند که برید خونتون و قرنطینه باشین، اینا رفتن خونهشون و توی قرنطینه نموندن، بلند شدن اومدن بیرون. چرا؟ برای اینکه نمیتونن قرنطینه بشن. چرا نمیتونن قرنطینه بشن؟ برای اینکه نون ندارن بخورن، باید برن. حالا شما فکر کنید یه آدمی که تشخیص داده شده کرونا داره، آمده خونه، خونه نمونده، بلند شده رفته تو جامعه، هم حال این بیماری خودش و این فکر بیمار بیماری خودش و همین که این بیماری رو داره سرایت میده به دیگران. خب آلمان اعلام کرده که ترددها رو آقای مصطفی جون شما خواهش میکنم یه خورده تأمل کنین، یه خورده عرضم به حضورتون که فشار خونتون یه خورده آب لبو میل کنین تا من به مسئله پرچم برسم. یه حرفایی رو از یه جای ور میداریم به یه جای دیگه میچسبونیم، بعد نتیجه گیری میکنیم، بعد هورا میکشیم. اصلا اینجوری نیست داستان. ببینید، حالا باز من مجبورم خبرها رو بکنم، بیش خوب بذار خبرها مهمتره. خب آلمان گفته در پی کاهش قوانین محدودیت تردد، سرعت انتشار کرونا در این کشور افزایش یافت. میدونی معنی این چیه؟ معنی این که دولت آلمان میدونه که این کرونا یه مسئله است، یک مصیبته، تن در داده به افزایش تردد، تن در داده به باز شدن شهرها. چرا؟ برای این که از نظر اقتصادی میترسه، تن داده به افزایش تردد، تن داده به باز شدن شهرها و مردم بیشتر کرونا گرفتن. تفاوتش اینه که الان دیگه بیمارستان‌های الان بیمارستان‌های 3 ماه پیش نیستند.
بیمارستانهای سه ماه پیش سر پا، عرضم به حضورتون، قوی، کامل. الان کادرهای درمانی از پا در اومدن. خب پلیس هنگ کنگ اعلام میکنه که بعد از اینی که روز یکشنبه دیروز محدودیت‌های مرتبط با کووید 19 از جمله تجمع و بازگشایی میکده ها و باشگاه ها برداشت شد، پلیس هنگ کنگ معترضان را مورد تعرض قرار داد، از باتوم و اسپری فلفل استفاده کرد و بیش از 200 نفر از جمله کودک 12 ساله را هم پلیس هنگ کنگ دستگیر کرد. خب چرا مردم چرا اعتراض کردن؟ برای که میبینن مشکل حل نشده، کرونا وجود داره. شما برای چی اومدی؟ عرضم به حضورتون که این محدودیت ها رو برداشتی آقای دولت هنگ کنگ. مردم اومدن اعتراض کردن، پلیس اومده اینا رو گرفته. جالب اینه که توییتر روز دوشنبه اعلام کرده در نظر دارد پیام ها و برچسب های هشدار دهنده برای توییت های مناقشه برانگیز و گمراه کننده در رابطه با کرونا قرار دهد، حتی اگر دونالد ترامپ در این زمینه توییت کرده باشد. یعنی چی؟ یعنی میگه نباید با توییت ها مردم رو بترسونید، هشدارهای بی خودی ندید، مردم نترسن. چرا؟ براتون میگم. توی سان فرانسیسکو یک کارخانه وجود داره به نام تسلا، همین اتومبیلی که با برق کار میکنه. در سان فرانسیسکو قرنطینه هست و همین جایی که خانم دوست عزیزمون پروین دشتی هست، و در اونجا اینا اومدن، کارخانه تسلا اومده قرنطینه رو شکسته. مدیر عامل کارخونه هم گفته اگر قرار کسی بازداشت کنن منو بازداشت باید بکنن، من کارخونه رو باز میکنم و میرم. چرا؟ برای این کاری بهتون توضیح میدم. دولت ها بر سر یک دوراهی قرار گرفتن. این دوراهی اینه: یا تن دادن به قربانیان بسیار در رابطه با این داستان رو تمومش کنید. دوستان دارم صحبت میکنم، من هنوز چیز دعواییست توی چیز توی یوتیوب. عرضم به حضورتون که در سان فرانسیسکو آمدن کارخونه رو باز کردن از امروز، و علی رغم تصمیم فرماندار و قرنطینه رو هم شکستند. بر سر دوراهی هم. این دوراهی چیه؟ یه راهش میگه که عرضم به حضورتون که باید تن داد، بالاخره یه تعدادی کشته میشن، یه تعدادی هم این بیماری رو میگیرن، و همین بیماری رو که میگیرن، حالا این جوانها به خصوص براشون یه نوع واکسنه و امیدواریم که دفعه دوم مبتلا نشن. اونایی هم که سنشون بالاست یه تعدادی از دست خواهند رفت، ولی ما اقتصاد رو سر پا نگه میداریم. یه دهی عمدتا دولت ها، ایران مثلا جمهوری اسلامی، از اول حرفش این بود. اگرتون باشه این جمله آقای روحانی باید در یک دادگاهی علیهش استفاده بشه که گفت که قرنطینه می قرنطینه. روز اول گفت. چرا؟ برای اینکه می دونست اقتصاد گرفتاره. اقتصاد اگر دوچار توقف بشه کار مشکل ایجاد میکنه، و همین گرفتاری هایی که الان به وجود اومده. الان توی اروپا و آمریکا هم همین داستانه. به نظر من خیلی زودتر از موعد مقرر دولت ها دارن تن میدن به این ریسک بزرگ که آقا الان تو امریکا روزی حداقل 2000 نفر دارن کشته میشن. روزی 2000 نفر. الان تعداد کشته‌های آمریکا از 80 و
یکی 2000 نفر گذشته و این خطرناکه. ولی خب میگن اگه ما باز نکنیم مشکل به وجود میاد. مگه ما تو کی میتونیم پول چاپ کنیم بیاریم تو مردم تقسیم کنیم؟ شما فکر کنید اگر همین کارخونه تسلا که امروز باز کرده علارغم قانون، یعنی قانون شکنی کرده، خب این کارخونه اطرافیانی داره، کارخونه کارگاه‌های کوچکتری هستن که برای این کار میکنن، یه سیستم، یه چرخه اقتصادیه. ضمن این که اگر ادامه پیدا بکنه خب تسلا هم ورشکست میشه مثل خیلی جاهای دیگه. به هر حال به نظر میرسه که دنیا، حالا بحث روحانی و جمهوری اسلامی خاصم نیست، به نظر میرسه که دنیا داره یه ریسک بزرگ میکنه. مردم حواستون رو جمع بکنید. دنیا و واقعا افسوس برای اونهایی که در داخل ایران هستند که ناچارن برای تامین درآمدشون قرنطینه رو بشکنن و بیرون بیان. ممنونم رضای MIS، سپاسگزارم. و این اتفاق داره میفته، نه در ایران فقط، در جاهای مختلف. من دارم شنیدم که خطوط هواپیمایی هم داره اضافه میشه و داره پروازها اضافه میشه. برخی از هتل‌ها دارن کارشون رو مجدداً شروع میکنن و این یعنی یه موج عظیم، یه ریسک بزرگی، ریسک فوق‌العاده. من صبحم تا رفتم استودیو برگشتم، خب مثلا تو مغازه‌ها دیدم شلوغه، خیابون‌ها شلوغه، بعضی از مردم ماسک زدن، بعضی از مردم حتی ماسک هم نزده بودن و دنیا داره وارد یک مرحله بسیار بسیار خطرناکی میشه. این مرحله ابعادش تا کجا و کی هست، امیدوارم که بیش از این صدمه نزنه. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 1,346,000 نفر و تعداد جان باختگان به بیش از 80,000 نفر رسید. حسین خردبین، ممنونم حسین جان، خیلی سپاسگزارم. بله 80,000 نفر، 80,000 نفر، چه اتفاقی داره میفته خانم آقایون؟ شما میدونید 80,000 نفر چطوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خب ارزم آقای آلن ماسک مجبور است که کارخونهش رو باز کنه چون دیگر کمپانی های ماشین سازی در ایالت های دیگر باز است. فریما میگه حرفش هم درسته، برای اینکه راست میگه، اسم ایورم آلن ماسک، نمیشه، میگه که کارخونه های دیگه بازن، منو بسته نگه داشتین، اونا امکان این داره که وارد بازار بشن، بازار منو بگیرن. و خلاصه بعد مشکلیه دیگه، فریما جون دیگه مشکلیه دیگه، یعنی اونا هم راست میگن. و اگر باز نکنه چه اتفاقی بیفته نمیدونم. خب امروز یه خبری رو سارای پهلوی، نمیدونم الان اینجا هست یا خیر، سارا پهلوی برای من فرستاد. این دلتون میخواد بعضی از این پیام های یوتیوب براتون بخونن؟ شما نگاه کنین این پیام ها، نگاه کنین پیام ها، نگاه کنین، 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 ببینین. نه من همین بازجو بزنم، نگاه کن، 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 نگاه کن. خب حالا همه هم توقع دارن من جواب بدم. بعضیا غر میکنن، بعد میان آشتی میکنن دوباره، چرا جواب ندادی؟ بعضیا مثل ایشون پیامشو حذف میکنن خودش، وقت ما رو میگیره فقط.
بعضی هم یه چیزایی میفرستن. یا درود بر شما، آدرس کانال تلگرامیتون رو میخواستم، سپاس. شما کلن جواب کسی رو نمیدی. خب پدر بیا مرز، مگه من 118م؟ مگه من اطلاعات تلفنم؟ مگه من قراره که تمام آدرس های فضای مجازی رو داشته باشم؟ مگه من بیکار نشستم اینجا؟ شما آدرس تلگرام میخواد، اون یکی آدرس اینستاگرام میخواد، اون یکی شماره حساب بانکی میخواد، اون یکی فلان. همه رو دونه دونه جواب بدم آخه مگه میشه؟ عاطفه خانوم مرسی که پیام دادید. عاطفه خانوم اینجا پیام داده، من اسمشون رو یادداشت کنم تا بعدن بهشون جواب بدهم. بله ایشونم میگوید که آره یک کلیپ خیلی خوشگلی درست شد. آره این خیلی خوشگلی بود. خب دیگه چه شعار نویسی شده مردم. آره چیزه یاسر جان داری برنامه رو میبینی؟ الان فرستادم برات، من متاسفانه اونجا پخش بکنیم اون وقت ما نمیتونیم ببینیم، توی یوتیوب نمیشه پخش کرد. مراد بهمن سابق با سه سدندانه است. اگر از رضا قطبی مدیر سابق تلویزیون ملی میدانید بفرمید. نه خیلی تو واشنگتن اینجا یه گوشه هستن و کیوان عجب فیلم میفرستادیم. خب عرضم به حضورتون که چند وقت پیش، سه سال پیش آقای پومپو، آقای ترامپ نگاه کن تو رو خدا ببینیم، سیاوش دوران، عمو شهرام چرا پاسخ من رو نمیدیم؟ من از شما پرسیدم نظرتون در مورد کتاب جعفر شفیع‌زاده چیه؟ لطفاً بگین. عمو سیاوش دوران من در این باره سه بار صحبت کردم، هر سه بار شما دستشویی تشویق داشتیم. حالا فکر کن اگه من مثلا 579 نفر اینجا هستن، هر کدومشون روز یه بار یه سوالی بکنن، من باید 579 تا سوال جواب بدم. پدر بیامرز بازخواستم میکنه، چرا پاسخ من رو نمیدی؟ آقا جان کتاب آقای جعفر شفیع‌زاده رو من 20 سال پیش خودم آوردم، اولین بار تو تلویزیون کانال یک معرفی کردم، بیش از نمیدونم تعدادی از این کتاب هم فروخته شد و با خود ایشون جعفر شفیع‌زاده مصاحبه کردم 20 سال پیش. اون موقع نمیدونم شما اصلا به دنیا اومده بودی یا نه. حالا تو این 20 سال هر وقت هر کی چشمش افتاد به یه کتابی، خواست بیاد از من سوال بکنه و سوال کرد، من جواب بخوام بدم تکلیفم چی میشه اون وقت؟ خیلی خب حالا شنیدی دیگه، امیدوارم سیاوش دوران شنیده باشه. آقای ترامپ سه سال پیش آمد و خلیج فارس رو گفت خلیج عربی. دنیا به هم ریخت. شاهزاده رضا پهلوی نامه اعتراضی رسمی نوشت. سازمان‌ها، احزاب، جریان‌های مختلف واکنش نشون دادن. و کل اوضاع به هم ریخت. اما ما مردم یه عادت بدی داریم. عادت بدمون هم اینه که مثلا چهارمایی رو دوست داریم. خب دیگه دوستش داریم دیگه دوستش داریم. حالا آقا شرمایی معتاده ها، آقا چه معتاد باشه، من دوستش دارم. آقا شرمایی اراده اینجوری داره ها، آقا میخواییم برنامه رو قطع کنیم فقط بزنیم سوال جواب.
دکتر آزاده دیگه نمیاد تو برنامه، فردا صبح سه شنبه هست. اگه تو بیننده برنامه مایی، دکتر آزاده سه شنبه ها میاد تو برنامه. خب میشه ترامپ رو دوست داشت، میشه ترامپ رو باور داشت، میشه به ترامپ اعتقاد داشت، ولی میشدم بهش اعتراض کرد که آقا چرا خلیج فارس رو گفتی خلیج عربی. بعضی ها تا از لج جمهوری اسلامی تا بخوای به ترامپ اعتراض کنی که آقا چرا خلیج فارس رو اشتباه گفتی، تبخال میزنن. ای آقا ترامپ فلان، ترامپ میتونه پدر اینا رو در بیاره، شما رفتی از دموکرات ها پول گرفتی. یک سری مزخرفاتی میگن که اصلا باور کن این مورچه هایی که دارن رو کفه چیز را میرن، اینا قشقش میزنن تو خنده. بعد از دو سال آقای پومپو دو هفته پیش آمد و توی مصاحبه خلیج فارس رو گفت خلیج عربی. هیچ کس واکنش نشون نداد، هیچ خبری نشد. خب ما آمدیم و سرصدا کردیم، دکتر کنگلو نامه نوشت و جنبش ما هستیم نامه نوشت و ما یه پتیشنی گذاشتیم، ولی نه دولت جمهوری اسلامی نه اپوزیسیون هیچ کدوم واکنش نشون نداد. و یکی دو جام از آقای افشین نریمان پرسیدم، آقای نریمان جوانیه که در مجمع برنامه‌سازای تلویزیونه، گفتم که خب افشین جان این ماجرای وزیر خارجه ایالات متحده چی میشه؟ گفت آقا در ایران مسائل مهمتری وجود داره. راستشو بگم حالا میخورد بد شد از این جواب. امروز صبح میام مصطفی جون تو کلن حالت خراب، حالا میگه آقا پتیشن به فارسی هم گذاشته میشه. خب پدر بیامرز پتیشن به فارسی بنویسیم برای کی؟ برای مادر من؟ برای کی؟ آقا چه اثری داره مثلا 100,000 نفر به پتیشن فارسی رو امضا کنن؟ تأثیری نداره، باید انگلیسی باشه. مازیار جان کی حرف زد ممکنه بگی؟ آقای مازیار عمران ممکنه بگی؟ فکر شروع کنین اگر کانال یک نبود و اگر این جنبش ما هستیم نبود، خب این وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمد و راست میگه، خامنه ای اینجا راست میگه، میگه مازیار میگه که فکر کنم مازیار که از چیزای خامنه ای هم اصلا طرفداراشه، دمت گرم اگه مسیح هم دمت گرم مکنه نداره، ولی راست میگه. خامنه ای به اون اعتراض نکرد، یعنی خامنه ای به وزیر خارجه ایالات متحده اعتراض نکرد تا اونجا که من شنیدم، راجب جزایر خلیج فارس گفت و اینها. تا زمانی که مراد بهمن شما سابق و با سه نقطه می نویسی، من راجب خدمات رضا قطبی حرف نمی زنم، چون یه غلط املاییه و چه دردی ازت دوا میکنه که من بیام راجع به خدمات خیانت رضا قطبی حرف بزنم. بفهم محبشم میگه آقای امین در این شرایط جنگ کرونا، بیپولی، بدبختی، بیچارگی، فقط من اینجا با شما موافق نیستم که ما راجع به خلیج عربی اینقدر حساس باشیم. الان مسئله مرگ و زندگیش، شاید خلیج عربی در حال حاضر عیاتی نباشد. خوب دقت کنید مردم، ببینید مهوش توی یک جمله دو بار خلیج فارس خودش رو گفت خلیج عربی. برید نگاه کنید بچه ها، توی کامنت ها برید نگاه کنید.
یه خانم ایرانی میخواد نظرش رو بگه راجع به این مسئله، دو بار نام خلیج رو به کار میبره به عنوان عربیش. ببینید چیکار کردن. خانم مهوش که آقای همایون در این شرایط جنگ کرونا، بی پولی، بدبختی، بیچارگی، فقط من اینجا با شما موافق نیستم که ما راجع به خلیج عربی اینقدر حساس باشیم. الان مسئله مرگ و زندگی است. شاید خلیج عربی در حال حاضر حیاتی نباشد. خانم مهوش خانم، به همین دلیلی که ذهن شما رو طوری قشنگ چیدن که دو بار در یک جمله نام خلیج مملکت تو به جای فارسی بگی عربی، لازمه که من و شما از گرسنگی، از بیپولی، از کرونا بمیریم. بنده شما رو عرضه میکنم، بنده به درک واصل بشم، اما خلیج فارس همچنان خلیج فارس بمونه. این جواب شما میده؟ اگر یه مملکتی فقیر بود، اگر یه مملکتی مردمش گرسنه بودن، تازه بهتون بگم اکثر قریب به اتفاق، بله خانم میرزادگی هم نامه نوشتن، حزب پانیرانیست ایران هم نامه نوشتن. ببین این یکی رو نگاه کنیم، نیشتمان پروری، آقا میخوای خلیج عربی نشه باید جمهوری اسلامی بره. ببین خلیج عربی چجوری جا افتاد. توی طرفداران تلویزیون کانال یک، بینندگان تلویزیون کانال یک، ببین چقدر قشنگ من میخوام ببینم خانم مهوش خانم واقعا ایرانی بودن، یک انسان ایرانی، اگر عرضم به حضورتون که اگر گرسنه بود، اگر فقیر بود، اگر کرونا داشت، پس اگر مثلا ارتش پاکستان اومد بلوچستان هم گرفت، خب آقا تو این هوا، تو این اوضاع بی پولی ما چه بریم بلوچستان رو بزنیم، به ما چه مربوطه؟ اولا شما داری همچین چیزی میگی. کیاوش جان ببین چقدر قشنگ بگم دوستان، یا آدم کانال یکیه، یعنی داره کانال یک میبینه، برنامه شبانه داره میبینه، یه جمله نوشته اصلا یادش رفته که اونجا خلیج فارسه. من از شما سوال میکنم آیا این منطق منطق درستیه که چون کرونا اومده، چون بیپولی هست، چون فقر هست، چون ما از حکومت ناراضی هستیم، این اجازه رو بدیم که هر کی هم که چه عرض کنم وزیر خارجه بزرگترین دولت دنیا بیاد و دمتون گرم محوشون، واقعا دممون گرم. عجب ملتی شدیم، عجب ملت نازنین. اون موقعی که بهتون میگم که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی که روحش همچنان شاد باد، وقتی گفت وحشت بزرگ، که بعضی این روزا گفتن وحشت بزرگ تو راهه نیامده. مهوش خانم کجا زندگی میکنی؟ ها؟ تهران؟ کجا زندگی میکنی؟ اصفهان؟ شیراز؟ کجایی؟ مشهد؟ خب این آقای حمید ابراهیمی رو بفرستیم بره استراحت کنه، آقایون ادمین ها، این آقای حمید ابراهیمی رو بفرستیم بره یه کانال دیگه ببینه، آقای آریو برزن، لطفاً آقای حمید ابراهیمی رو بله بفرستیدشون، خستش نکنید، ناراحتش نکنید، بفرستید بره
یه جایی که حرف تازه بشنوه. من بازار فاکس نمیدونم چیه، ام اچ اصلا نمیدونم این سوالی که میکنیش. خب یه خبر بهتون بدن، امروز یک خبری منتشر شد در امریکا راجع به یک رزمناو در خلیج فارس که بله بفهمید، حالا صبح فردا نشونتون میدم. در اینجا هم خلیج فارس رو گفتن عربی انگول. خب آقای پومپئو که داره میگه عربی انگول، مهوش خانومم که تو یک جمله داره میگه که دوبار میگه عربی انگول، روزنامه هم که خبر نوشتن عربی انگول. مهوش خانوم میدونی اگر پرژن گولف بشه عربیان گولف بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد مقدمه اون اتفاقی که محمد رضا شاه پیش بینی میکرد میفته. یعنی وقتی که البا جان عزیزم مازیار عمران، چرا میگی که آقای همایون من یه جمهوری خواه هستم برای خیلی از کاراتون از جمله نگاهتون به نماد ملی، پرچم و تلاش بیوقفه برای حمایت جانانه شما از خلیج پارس قابل تقدیره؟ خب اینکه جمهوری خواه هستی دلیل بر جداییت از ما نمیشه. من یه اشتباهی هم اینجا وسط پیش اومده خانم آقایون، من دنبال حاکمیت مردمم، من نه رعیتم نه امتم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. آقای عمران خواهش میکنم شما توجه کن، من دنبال این نیستم که یه سیستمی به وجود بیاد یه رئیس جمهور یا یه شاه اونجا وجود داشته باشه منم بشم رعیتش. نه، من دنبال یه سیستمی هم، حالا شکل این سیستم هر جوری میخواد باشه باشه، جمهوری خواب جمهوری باشه، پادشاهی باشه، ولی قدرت دست مردم باشه. من هر کاری که قدرت دست مردم باشه من طرفدار اونم. خب برگردیم به مسئله خلیج فارس. بعد از نام خلیج فارس در یه پروسه زمانی نوبت خوزستان میرسه. مهوش جان عزیزم، بعد خوزستان که جدا بشه میدونی چه اتفاقی میفته؟ بذار بهتون بگم چه اتفاقی میفته. شیراز، اصفهان، تهران، آذربایجان، خراسان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاهان، همدان، اینا تقریبا یه کشورهایی میشه در حد بنگلادش. اونام یه جا نمیمونه. برای اینی که یه جا نگه داشتن اون مملکت به اون بزرگی یک ارتش میخواد، یک نیروی نظامی میخواد بسیار قوی، و این نیروی نظامی یه پولی میخواد که متاسفانه فعلا این پول رو فقط نفت میتونه تأمین بکنه. خب حالا شما وقتی نفت این مملکت رو ازش گرفتی، یعنی در حقیقت ارتشش رو گرفتی. وقتی ارتشش رو بگیری یعنی قدرت حفاظت از تمامیت ارضیش رو ازش گرفتی. وقتی قدرت تمامیت ارضی رو ازش گرفتی یعنی اینی که هر تیکه‌ای هر آدم گردن کلفتی، مثل قبل دیگه، مثل سابق، هر آدم گردن کلفتی میاد و توی منطقه اعلام خودمختاری میکنه.
اون وقت چی میشه؟ اون وقت مثلا که شما تو تهران هستید چی جوری میخواید اقتصادتون رو بگردونید؟ ممکنه به من بگین؟ یا اونی که تو شیرازه، یا اونی که تو اصفهانه؟ غلطه ها. ای کاش ما اصلا از اساس این نفت رو نداشتیم. اگر نداشتیم خیلی از مصیبت. مگه ترکیه نفت داره؟ ترکیه مصرف کننده نفته. خب اما وقتی که حالا شما میای میبینی که نه، واقعیت امرینه، شما اگر خوزستان از ایران جدا بشه اصلا دیگه چیزی به نام ایران باقی نمیمونه، چون خوزستان که جدا بشه یعنی قدرت حفظ تمامیت ارضی کشور از بین رفته دیگه. مگه میشه یه ارتش 670,000 نفری رو جناب هر کسی ادعا کند ایرانی کار من رو میکنند که نقشه ایران را خالکوبی کردم روی دستم. حالا تو نیجا یعنی ما بریم حالا تو 64 سالگی نقشه ایران رو خالکوبی کنیم روی دستمون؟ بعد چی میشه تازه؟ مثلا چون نقشه ایران رو خالکوبی شده روی دست ما، بعد این اتفاقات که باید بیفته نمیفته؟ من مرده. نه طوفان جان اینجوری نگو خانم طوفان عزیز، اینجوری عنوان نکن. طوفان این پیام تو دیلیت کن لطفا. نقشه جداییست، هیچ جایی هم هیچ خبری نیست. آره حزب پانیرانیست، بنیاد میراث فرهنگی، جنبش ملی ما هستیم، اینا اعتراض کردن. ولی یه موقعی وقتی این اتفاق می افتاد زلزله می شود، دنیا به هم می ریخ. چجوری شده حالا که هیچ اتفاقی نمی افتاد؟ اولا شما 700 نفر یه لحظه الان یه همت بکنید، مثلا فکر کنید می خواهید برید تو جبهه، الان شروع کنیم برنامه رو لایک کردن، ببینیم این تعداد به چند نفر می رسه، و بعد هم برنامه رو شیر بکنید، و اونایی که سابسکرایب نشدن لطفاً برن سابسکرایب بشن. خب ببینید چند تا اتفاق داره توی خلیج فارس میفته. یکی اینه که در دریای خلیج فارس، دریای عمان و خلیج فارس آمدن امتیاز صید ماهی رو دادن به چینی‌ها. یک کلیپی همین چند روز پیش به دست من رسید که این بندگان خدایی که در بوشهر میرفتن تو خلیج فارس ماهیگیری میکردن با این قایقای کوچیک اشاره ها، حتی برای اینی که جلوی کار کشتی های چینی گرفته نشه به این بلمای اینا، به این قایقای اینا بنزین نمیده دولت که اینا نتونن برن ماهیگیری. وقتی اینا نتونن برن ماهیگیری میدونین یعنی چی؟ یعنی تعلق و ارتباط اقتصادیشون با خلیج فارس قطع میشه. یعنی این که اینا میتونن، یعنی میتونن چه؟ مجبورن اونجا رو ترک کنن، سواحل خلیج فارس رو مجبورن ترک کنن، یه کاری ندارن، اینا صیادن، وقتی نتونن ماهیگیری بکنن یعنی باید برن دنبال کارشون. خب از اون طرف یه قشنگ زمزمه‌ای داره شنیده میشه از آقای پومپئو، نشریات غربی، در مورد اینی که خلیج فارس خلیج عربیه. بعد هیچ اتفاقی نمیفته، اینش خطرناکه، هیچ کی واکنش نشون نمیده، اینش بده و خطرناکه. و بعد تشکیلاتایی به وجود میان. این داستان قرم قرم رو شما شنیدین؟ بذار براتون تعریف بکنم.
یه روز یه لات محلی گردن کلوف چاوکش به خانومی توی محله متلک گفت. خانوم ناراحت شد اومد خونه و اینا و بچهش فهمید پسرش. چکار کنم چکار نکنم زورم به این نمیرسه. کتککاری که نمیتونم باش بکنم، واقعا اونم کتککاری که نکرده یه حرفی زده، ما بریم یه حرف بزنیم اینو بسوزونیم چیجوری؟ خب اگه برم به این الان فوش بدم یکی میخوابونه تو گوش من و کار خراب میشه. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ رفت بچه رفت سر کوچه وایساد، این قلدره اومد رد شد، بچه گفت قلوم 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 لاتیه نگاهی کرد یه آدم وایساد اونجا میگه قلوم قلوم اعتنا نکرد رد شد. دو روز سه روز این بچه میرفت سر کوچه وای میساد میگفت قلوم قلوم، هر وقت میاد رد شد میگفت قلوم 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 قلوم. یه 4-5 روز گذشت، بچه شروع کرد گفتن ساق 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 ساق. این گوش لاته یه مدتی عادت به قرم قرم کرده بود، یه مدت هم عادت کرد به ساق ساق. بعد از 4-5 روز که این ساق ساق گفت این بچه، دیگه شروع کرد این دوت کلمه رو با هم استفاده کردن. گوش لاته عادت کرده بود، هم به قرومش عادت کرده بود هم به ساقش. حالا حکایت خلیج فارسه، دارن قروم 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 قروم، باید یکی باشه تق بخوابونه تو گوش اینا. 11 سال پیش این امارات، 12 سال پیش آمد و یه حرفایی زد و فلان، جنبش ما هستیم آمد اونجا جلو سفارتشون تظاهرات کرد. مدت‌ها دو سه تا تظاهرات گردن کلفت انجام داد و مدت‌ها دیگه اینا ساکت شدن. اخیراً دوباره این اوج گرفته. یه تفاوت و اون اینه که در اون موقع خیلی جوونا تو ایران، جوونا بلند شدن رفتن جلوی امارات، خلیج فارس همیشه هرگز عرب نمیشه. مردم ترسیدن، من شهرام همایون من ترسیدم. به افشین خان نریمان میگم، میگه ای آقا ایران الان کلی مسئله داره، اول به مسئله شعر کن. به آقای چی بود؟ زمانی میگم، میگه ای آقا حالا انقدر مردم گرسنن. خانم مهوش میاد اینجا مینویسه که کرونا هست، فقر هست، بیپولی هست، حالا شما ول کن خلیج عربی رو. به حزبای سیاسی میگن، میگن 3 سال پیش 2 سال پیش ما اعتراض کردیم، چیکار کنن؟ درست نداره به نظر شما؟ هل من ناصر نینصرونی؟ عربا به همه چیزشون که بد نیست، بعضی چیزاشون خوبه. آقا دارن قرم قرم میکنن و گوشاتون داره عادت میکنه ها، بد جوری هم داره عادت میکنه ها، خودتونم تو زبونتون افتاد. حالا در کنار این قضایا، اون کسی که از این ماجراها سود میبره کیه؟ آخه ملخه که چلقوز که چیزی نیست که مثلا بخواد امارات، که اصلا عددی نیست.
قطر و اینام که اونام که عددی نیستن، کویت هم که یه کشور عربستان، کشوری که همیشه با ما رقابت داشته، حسادت داشته، کشوری که همیشه ما رو دشمن بالقوه خودش میدونه. خب حالا این کشور آمده برای ما کنسرت میذاره، هنرمندامونو میبره، کنسرت بیننده اجرا میکنه. خب بعد یه جوون یاد یقه منو میگیره که آقا چرا اعتراض میکنی؟ خود هنرمنده هم یقیه منو میگیرن که آقا ما رفتیم اینجا پول ساختیم. بعد این دولته میاد یه تلویزیون میندازه درست میکنه بین شیعه و سنی رو تا میتونه آشوب برقرار میکنه. از اون طرف یه تلویزیون قدرتمندی نگاه درست میکنه که حتی مخاطبای بی بی سی رو میگیره و بی بی سی این میدون رو میده. بی بی سی که کارش خبره، این عقب نشینی میکنه، کوتاهی میکنه، خبرها رو دیرتر منتشر میکنه برای اینی که اون بدرخشه، اون شبکه بدرخشه. در کنار همه اینا میاد دلت خوش میشه به اپوزیسیون، یه بالاخره حالا یه نیروی وجود داره که این نیروه بیاد به میدون. ببینی همه از یه جریانی در اپوزیسیون تحریف، همه که تا دیروز با هم دشمن بودن، با هم مخالف بودن، همه با هم متحد میشن در اینی که برن یه جریانی رو حمایت بکنن که رهبر اون جریان استان خوزستان رو میگفته عربستان. فاتهم از صلوات دنبال چی میگردیم دیگه؟ دنبال چی باید باشیم بفرمایید؟ نقطه تاریکی تو این مجموعه دیده نمیشه به نظر شما؟ در اینی که تمام جریانات اپوزیسیون به گونه‌ای دارن کنار هم قرار میگیرن و زیر پوشش بل کنی. بابا خانم مهوش یه چیزی گفت بیچاره دیگه، حالا شما زورتون به پمپونه میرسی یقیه اون بیچاره مهوش رو گرفتین، بلش کنین. همه این جریانات اپوزیسیون داره میره زیر پوشش کجا؟ یه تشکیلاتی به نام شورای گذار که این شورای گذار عرضم به حضورتون که رهبرش میگه که من استان عربستان، استان خوزستان، استان خوزستان، استان عربستان. واقعا نگران نمیشین یا خودتون رو زدین به اون راه؟ واقعا چی فکر میکنین؟ به نظر شما من دچار توهم نشدم؟ من دچار توطئه ناپلئون بناپارتی نشدم به نظر شما ها؟ شاید اینه که من فکر میکنم همش توهمه، ولی شاید اگر روزی مهوش عزیز از همه عذرخواهی کرد، مهوش رو ول کنید تو رو خدا دیگه، بعد خدا یه اشتباه سهوی بود، صدف عزیز، آیا واقعا من دچار توهمم اگر اینجوری یه دیه به من یادآوری بکنن؟ چون من اینایی که میبینم مثلا
دوست عزیزمون جناب نوریالا یه موقعی اعتراض داشتن به حضور آقای فرامرز فروزنده دوست دیگرمون در برنامه پنل سیاسی. بعد ایشون میشن مهمون فروزنده تو تلویزیون ایران فردا. بعد آقای نوریالا میپیوندن به آقای شهید مداری. آقای شهید مداری همینه که میگه استان خوزستان نه استان عربستان. خلاصه من نمیفهمم چه خبره مردم. فقط این رو میدونم که اگر نجنبید که توی این 40 سال نجنبیدیم، ما خارج از کشوری ها نجنبیدیم، داخل کشور انصافا جنب میدن، زندان رفتن، کتک خوردن، اعدام شدن، فقر رو حس کردن، به وقتش رفتن از خاک ایران جنگیدن حمایت کردن، انصاف داشته باشیم دیگه. ولی ما ایرانی های خارج از کشور به خصوص سردمداران این جامعه برای حفظ بقای خودمون اجازه ندادیم که نیروی جوان به میدان بیاد. جوانم اگه اومده دیده آقا ده بیست نفر 50 نفر دور هم میشستن سر یه چیزایی دارن میزنن تو سرکله هم دیگه، سر این که آقا پست چجوری باشه، مقام چجوری باشه، حسن چجوری باشه، حسین چجوری باشه، که اینا دچار تهوع میشن و ول میکنن و میرن. یا مردمی هستیم کیاوش رشیدی عزیز یا مردمی هستیم که عرق ملی داریم، این کاری که ما تا حالا کردیم بازی بوده، منچ بازی کردیم، مونوپولی منچ نمیدونم بازی کردیم. واقعا بهتون بگم اولین باره رود پارسی عزیز آفرین چه کار قشنگی کردی، باریکلا به خاطر خانم مهوش، باریکلا چه کار قشنگی. ما تا حالا منچ بازی کردیم، حزب درست کردیم. آقا من که با همه رفیقم که بیان همه موافقین شما بیاید الان یه نتیجه گیری کنیم، یه کاری بکنیم. شما که کاری نمیکنین که، نمیرین شیر میکنین، نمیرین لایک میکنین که، این کارا رو نمیکنین. بیاید یه کاری بکنیم آقا، یه هفته اعلام کنیم تریبون تلویزیون کانال یک در اختیار همه رهبران سیاسی، بیان بگن تو این 40 سال گذشته چیکار کردن. کسی حق نداره راجع به اعلامیه دادن حرف بزنه، چون اعلامیه کاری میساخه. خب کنگر مونگرم یعنی چی؟ یعنی یه دونه هتل رفتیم گرفتیم $1,200، 3-4,000 دلار پول جمع کردیم گذاشتیم رو هم یه میز، گذاشتیم اون بالا و 4 نفر پشتش بایستادیم و 2 نفر اومدن سخن. چی کار کردیم؟ کار عملی که کردیم چی؟ هر کی بیاد گزارش و کارش رو بده بدون خاله بندی. مردم شما میخوید دست بدین از طرفداری از من شهرام همایون، به خدا بیاید یه شرایطی فراهم کنیم همه مدعیان ایران در خارج. ما نمیگیم مگه جمهوری اسلامی مدیریت نداشت، بلد نبود، مملکت رو نابود کرد. خب آقا این سوال از اپوزیسیونم بکنیم، بگیم آقای حزب فلان، شورای فلان، سازمان فلان، شما چیکار کردین؟
چه کاری کردید که در داخل ایران نمادی داشته باشه؟ همین الان ممنونم اندی رحیمی. اندی جان خیلی متشکرم، خوب شد که اومدی امشب. احساس یتیمی بهمون دست داده بود، همه کسایی که استیکر میخریدن رفته بودن نبودن. عرضم به حضورت که همین الان آقای کیوان، همین الان آقای کیوان یک کلیپی برای من فرستاد. آقای کیوان بله کی فرستاد پس برای من کلیپ رو؟ کیوان جان چیزی برای من چیزی چون کیوان چیه؟ ای بابا آخ گمش کردم. یه کسی اینجا باید باشم. آره آره همینجاست تو دورم. نشون میده تو بزرگرا ورداشته نوشته که چی؟ ما هستیم. ما هستیم حمایت از دولت در تبعید دروش چهار نویسی. خب این شروع شده. آقا یکیتون بیاد و همین یه دونه کار اینجوری نشون بده. همین مرتب سر تا سر بزرگراه رو نوشته. فردا اینو نشون میدم توی چیز. فردا این رو در عرضم به حضورتون که آفرین بچه ها، آفرین بچه ها، آفرین. حس کردم من زاده شدم دوباره با تو، آزاده شدم دوباره با تو. ممنونم ازت سیاوش اس اچ، ممنونم ازت. خب بابا هممون، همه کسایی که ادعا داریم راجع به ایران، بیاییم آقا یه چیزی بریم رو میز. کی هستیم؟ کجاییم؟ چی داریم؟ چه امکاناتی داریم؟ چه جوریه؟ و چیکار کردیم؟ همین داستان تعریف کردن که کافی نیست که. ای اعلامیه شش سازم فریبرز ایرانی، دمت گرم. هیچ وقت احساس تنهایی نکنید چون ما هستیم. آقا فقط اعلامیه دادیم 13 سازمان ما با هم هستیم. خیلی خوب، 13 تا صفر بغل هم میشینن چند میشن؟ 13 تا صفر بغل هم بشینن چند میشن؟ اگه صفر نیستید، به جای داد و بیداد کردن و به جای دعوا کردن و فلان این حرفا، بیاد خیلی صادقانه بگیم چی کار کردیم، کارنامه بدیم. واقعیت امرش اینه که متاسفانه این نیروهای خارجی موفق شدن جوانایی رو که من 11 سال پیش در اعتراض به امارات کشوندم به جلوی سفارت امارات، همون جوونا الان تو چشم من نگاه کنن بگن آقا حالا اصلا خلیج فارس بحث اول نیست. اینو بله حسین خلدبین دقیقا حرفت کاملا درسته. امروز جوون آقای دومین بار بود، سومین بار بود توی هفته من شنیدم. یعنی بی بی سی به نظر شما نباید به این موضوع بپردازه که وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته خلیج عربی. ممنونم رویا نجفی از طرف دوستی که در ایران چهار نویسی کردن. واقعا باید این فیلمو فردا ببینید، خیلی غرورانگیزه، خیلی غرورانگیزه. کیوان
این فیلم ها رو بذارین تو فضای مجازی. به نظر شما این حالا اصلا خارج از هر چیزی، این جنبه خبری داشت که وزیر خارجه ایالات متحده ارزم به حضورتون خلیج فارس و گفت خلیج عربی؟ چطور این تلویزیون ها آقا اصلا یه چیز دیگه؟ مگه این 40 سال نیست که ما مردم در تظاهراتمون، در اجتماعاتمون، همه جا از پرچم شیر خورشید استفاده میکنیم؟ چرا اینا یه برنامه نمیزن راجع به این پرچم شیر خورشید؟ چرا میترسن اینقدر از این پرچم؟ اگر امروز نجنبیم، اگر امروز آهای مردم خیلی بی رفت حرف زدید آقای امینی، آخه مثلا سور اسرافیل شما به اون اسم این مردک میاری، اصلا حال من بد شد، اصلا والا تعبود است دستم. بزرگترین خیانت رو به این مرزوبوم همین آدم هایی کردن، آدم هایی که با فحاشی، با بیسوادی، بزرگترین ظلمی به شاه، دفاع آدم های لومپن از شاه. یه بیت این شعر رو جرأت نکردم بخونم، ولی حالا به خاطر تو میخونم. مرا از داریوش و کوروش و این جمله باکی نیست، من از قدار بندان مرید شاه میترسم. شاهی که سمبول معلومات بود، سمبول متانت بود، سمبول معرفت بود، حالا حامیانش شدن یه مش آدم های فحاش، یه مش آدم هایی که به همه زمین و زمان توهین میکنن، بی ادب، بی سواد، بی سواد به قول آقای پیر خراسانی، نمیدونم الان هستن یا رتش بردن. تو اصلا این اسمی که آوردی به نظر من الان باید حلالیت به طلبی از مرحوم شاه، از خود سور اسرافیل بعد اصلا باید حلالیت به طلبی. بزرگترین خیانتی که به خاندان پهلوی کرد جمهوری اسلامی میدونی چی بود؟ آگاهانه اومد یه مش آدم های لومپن، بی دهن، بی چاک و دهن، بی سواد، اینا رو تقویتشون کرد به نام دفاع از خانواده پهلوی و از رژیم پادشاهی. زرا زمانی عزیز ممنونم ازت، اینا رو تقویتشون کرد به این نام. حالا ما را مغول هم این چنین ویران نکرد، زندگی را سخت بر ما، مرگ را آسان نکرد. یه سوال ازتون دارم، یه دوستی نوشته که من 6 ماه یه عالمه دشمن ما همینجاست رو روی دیوارهای اصفهان نوشتم، ولی دقیق از یک کم نتیجه، برای اینکه قرار نیست هر آدمی رو افتاد هر جایی یه چیزی نوشت نتیجه بگیره. هر وقت شما همراه شدی، جوانایی که تو ایران هستن آمادگی شعار نویسی دارن، خودشون معرفی کنن به ما، به جنبش خودشون معرفی کنن، برن وبسایت. ممنونم جناب پیر خراسانی، این اصطلاحاتی که شما به کار میبری باید یه فرهنگ لغت درست کنی. هی هم توصیه میکنیم به آقای پیر خراسانی که آقا این حزب خران رو راه بنداز، بنده هم میام عضوش میشم، کوتاهی میکنه نمیرم چرا. برحال بچه هایی که توانایی شعار نویسی دارن با برن توی وبسایت ch1.cc اون برگه عضویت رو پر کنن، احتیاج هم نیست ماهانه بپردازن، اینه بچه که داخل ایران هستن اون برگه رو پر کنن تا ترتیب خیلی کارها داده بشه، جوانایی که میتونن این کار کنن. به هر حال دوستان عزیز،
من مرده شما زنده. نیروی عظیمی در خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی در اضمحلال ایران با جمهوری اسلامی همراه شدند. شما حالا 714 نفر حالا توی تلویزیون اینا میگه دیدن میبینن به هر حال دیگه، ولی ما تنهاییم. چند تنی حزب پانیونیست و چند تنی بنیاد میراث و دولت در تبعید و جنبش ملی ما هستیم. خط کشی ها معلوم شد. اون روزی که سهم 50% ایران از دریای مازندران شد 12%، مگه شما فکرش رو هم میکردید؟ این نقشه ایران یادتونه؟ این دریای خزر چقدر میکشید بالا خودش؟ حالا حق ندید استفاده کنید. به زودی کتابای درسی و دانشگاهی رو خواهید دید. یه باری که میشه خلیج دریای خزر چه فرق میکنه؟ آب و خاک مگه فرق میکنه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چیزی شد؟ وحشت بزرگ. من مرده شما زنده. دارن خواب میبینن برای مملکتتون. همه به هم دست دادن، موافق و مخالف. کسایی که یه عمری رگی گردن براق میکردن که تمامیت ارضی تمامیت ارضی، پول گرفتن که سکوت کنن. به زودی میاد امید جان، شما ورقه ها رو پر بکنید. همه خواه این جوان امروز دیدین گفت ایران اینترنشنال 15,000 دلار به من میده، من یه برنامه نیم ساعته 20 دقیقه براش درست بکنم. تو چی به من میدی؟ تو چیکار میتونی برام بکنی؟ چیکار میتونم براش بکنم؟ اینم تک نیست که حالا شما را بیفتید به این فوش بدید فکر میکنید که انقلاب کردید. نه، این یه طرز تفکره. میگم مسلمون ایرانی، 11 سال پیش من جوانای 17-18 ساله رو، مریم عزیز، امینی نازنین، بسیجشون کردم، رفتن جلوی سفارت امارات فریاد زدن خلیج فارس همیشه، کتک خوردن، زندان رفتن. الان به طرف داری میگی پدر بیامرز آقا خلیج فارس تو اینجوری میگه. آقا این حالا چیز دیگه، این حالا ما فعلا به گرسنگی میپرزیم. گرسنه زیاده تو مملکتمون، نه که ما هر روز نشستیم مستند راجع به فقر تو ایران درست میکنیم. اگه اعتراض کنیم به این قضیه از کار اصلیمون باز میمونیم که ساختن مستند برای یه راه داره. من 23 سالم بود، بابام مسلمون بود، مقلد خمینی بود. موقعی که بابای من خمینی رو میشناخت هیچ کس خمینی رو نمیشناخت و بابای منم یه آدم دموکراتی بود. هر کدوم از بچه هاش یه جوری فکر میکردن. من شاولایی بودم، نه اینکه شاولایی باشم، حزب ایران نوین بودم، بعد حزب رستاخیز بودم. یه روز تو 28 مرداد، بابا مصدقی بود، 28 مرداد میدون مخبر دوله، همون قبل ریشم داشتم اتفاقا، یه کچهوال آبی هم داشتم. بعد 28 مرداد روز قیام ملی میگفت دولت بهش دیگه. بعد تو میدون مخبر دوله کارگر نماینده کارگران، نماینده زنان، از هر گروه یکی میامد سخنرانی میکرد. این آقای تقی‌زاده اونجا خیلی نقش داشت. بعد
من رفتم و جوانانش از طرف جوانان من بودم، رفتم 28 مرداد من سخنرانی کردم، حالا بابا من مصدقی تو خونه نشسته از تلویزیون داره نگاه میکنه، کار ندارم. سال 57 تمام رفقای من، تمام روزنامه نویسا، تمام دوستای ما همه انقلابی شده بودن، همشون انقلابی بودن، طرفدار انقلاب بودن به نوعی، منتقد شاه و طرفدار انقلاب. من تنها کسی بودم که تو این ماجرای رژه قانون اساسی، اگرتون باشه، من هم در رژهش بودم، انصافا بگم من بودم و خواهر داریوش همایون که الان هستم اینجاست توی لس آنجلس، من و ایشون با هم قرار گذاشته بودیم، بلند شدیم رفتیم تظاهرات قانون اساسی لیلی 77، ممنونم ازت. رفتیم و به حمایت شاه، خیلی خطرناک بود اون موقع، یادم یکی از شعارهایی بود که یه عده عکس حضرت علی رو آورده بودن، میگفتن امام ما فقط علی، در جواب اینی که به خمینی میگفتن امام. خب اون موقع اگر شماها کمک کرده بودید، اونه که همسان سال من هستید، اگر کمک کرده بودید و اون تظاهراتی که حالا هر تعدادی بود 10 برابر اتفاق می افتاد، اصلا ما این اتفاقات تو ایران نمی افتاد. الانم دارم بهتون میگم رفقا، بحث تجزیه ایران خیلی جدیه، جدی و جدی، هر کی بگه نه به نظر من غرض داره. چرا جدیه؟ به دلایل عدیده. یک، خودکار اونم دیگه، این آقای دکتر کیانی ماش برای ما خودکار میفرستن، اونم دیگه نمیفرسته، این کرونا اوضاع رو به هم زده. خب یک، مگر خزر را تجزیه نکردند؟ من نکردم. اینا که میگن آقا این حرفا چیه شما میزنی، مگه خزر را تجزیه نکردم؟ دو، مگر در 100 سال گذشته انگلستان بارها، حداقل 4 بار از دوره قاجار تا امروز 4 بار تصمیم به تجزیه ایران نگرفته است؟ یه چیزی بهتون بگم، شما میدونید که وقتی 17 شهر قفقاز رو خواستن از ایران جدا بکنن، قرارداد گلستان و ترکمنچای، قرارداد گلستان، شما میدونید که متن این قرارداد رو کی نوشته؟ که 17 تا شهر از ایران جدا بشن برن تحویل روسا. خب دو طرف بوده دیگه، یه طرف ایران بوده، یه طرف هم روسا بودن. این قراردادی که این 17 تا شهر از ایران بگیرن برن به روسا کی نوشته؟ هر کی گفت؟ سکوت مطلق. سفیر انگلیس، شما فکرش رو بکن، یه طرف ایرانه، یه طرف روسیه است، 17 تا شهر ایران قرار تحویل روسیه بشه. آخه آریان رو بزنی، ممنونم ازت، اصلا چه ارتباطی به انگلستان داره؟ اصلا چطور شد که ما مجبور شدیم 17 تا شهر بدیم به روسا؟ انگلیس ها اومدن به عباس میرزا گفتن عباس آقا، نایب بود سلطنه بود، ولیعهد اون دوره بود، ولیعهد قاجار همه ساکن تبریز بودن، ساکن آذربایجان بودن،
بله آقای محمد زد توی حضور داره بود. خب سفیر انگلستان اول اومد به این عباس میرزا گفت عباس میرزا برو به جنگ این روسا پدرشون رو در میاری، تو تفنگ نیرو هر چی بخوای ما برات میفرستیم، برو به جنگ روسا. و خدا میدونه این اهالی تبریز آذربایجان چی کردن، این زنا علنگوهاشون رو در می آوردن. چرا من تو اون دوره زندگی نکردم؟ چی گیر شما افتادم؟ التماس کنیم که آقا بیان استیکر بخریم. مردم علنگوهاشون رو در آوردن، بردن دادن به عباس میرزا. عباس میرزا خیلی وطن پرست بود، ولی عهد قجر بود، ولی فوق العاده وطن پرست بود. بسیار بسیار دقیقا تبریز در مهر. این سریال رو ببینید، این تبریز در مهر رو ببینید. این سریال ها دیگه جمهوری اسلامی نمیسه این دستش در رفت. تبریز در مهر رو لطفاً برید ببینید. من اینقدر گریه کردم با این سریال، اینقدر گریه کردم با این سریال. انصافاً میگم که نقش عباس میرزا رو بازی کرده خیلی قشنگ بازی کرده. گرچه آقای چیز وقتی هست به حال انگلیس ها اومدن گفتن آقا برو ما هستیم. این هی بدبخت وارد جنگ شد، آقا خبری شد از این انگلیس ها؟ آقا اسلحه قرار به ما بفرستن، توپ قرار بفرستن، نفرات بفرستن. این بیچاره رو با یک ارتش در به در فرستاد تو دهن اژدها، بعدم نیامد، هیچ هم نداد. اینا هم مغلوب شدن، خیلی هم مقاومت کردن انصافا، و بعدم مجبور شدن 17 تا شهر امضا بکنن با نظارت انگلیس ها. تعبیر خدا میدونه این انگلیس پدری از روزگار ملت ایران درآورده که حدی برش نیست. خدا میدونه این انگلیس چه کرده به ایران. این بهرام خان خیلی آتیشش تونده، میگه کالیفرنیا، آریزونا، تگزاس، نیومکزیکو هم از مکزیک جدا شد. بگو چه باید که گذشته ها گذشته. یه تلویزیون قوی درست کن داداش، یه تلویزیون درست کن که به جای اینکه مردم ایران اینترنشنال عربی رو ببینن شما رو ببینن. نرو ببین، نرو صدای بی صاحب، صدای بی پدر، صدای بی شناسنامه رو نشنو. در گوشت رو به صدای بی پدر ببند. میشه مگه؟ نو بی بگم اصلا خیلی جالب بود برنامه موسو. طرف میگفت آقا من 20 دقیقه برنامه میسازم برای ایران اینترنشنال 15,000 دلار، تو میگی با 35,000 دلار داری تلویزیون میگردونی، دروغ میگی، از اینجای پول داری میگیری. حالا بفرما من بدبخت رو ببین. یه عده میگن آقا من این پولایی که میگیری چیکار میکنی؟ یه عده دیگه میگن اصلا دروغ میگی، مگه با این پولا میشه تلویزیون درست کرد؟ مگه با این پولا میشه تلویزیون داشت؟ جواب کدومو بدم؟ یه عده میگن این پولایی که میگیری چیکار میکنی؟ آقا هی پول پول میکنی، آقا هی پول جمع میکنی. یه عده دیگه میگن که آقا مگه با این 35 ما 15,000 دلار میگیریم 20 دقیقه برنامه میسازیم، تو با 35,000 دلار تلویزیون 24 ساعته رو سر پا نگه داشتی؟ میرزا فتح‌الله راه میگه، راست میگه، به خاطر اینکه به موقع پشتشون رو خالی کردن، بعد که ضعیف شدن مجبور شدن تن بدن به این عمل. بحث ایرانی بودن ما
بحث ایرانی بودن ما، این دوستانی که میگن ما راه داریم برای درآمد تلویزیون فلان، ببینید قربون شما برم، شما 21 سال اگر شاطر نونوان باشین میدونین پشت این چیزا چجوری باید خمیرگیری کرد. همه این فکرهایی که شما میکنین من رفتم و کردم و یه سری کاراشو نمیشه کرد، یه سری کارها رو هم از ما بر نمیاد. یا خلاصه اذیت نکنین خدا خودتون رو زیاد. 21 سال 20 سال 21 سال 21 سال خیلیه. 21 سال یه عمر دیگه. مگه آدم ها تو ایران که با 20 سال بازنشست می شدن؟ به هر حال برگردیم به حرف اولم. پژن گفت میگه جناب امین نظرتون درباره مجاهدین چی؟ هر وقت تو اسم واقعیتو نوشتی منم نظرم راجع به مجاهدین میگم. خلاصه مطلب 100 سال پیش 2000 سال پیش که نبوده، 100 سال پیش یه جا میدونین این اسم 17 تا شهرها میدونین وسعتش چقدره؟ ازتون جدا کردن، بعد بحرین رو ازتون جدا کردن، بعد دریای خزر رو ازتون جدا کردن، حالا خلیج فارستون شد خلیج عربی، بعد نوبت چیه؟ بعد چه اتفاقی قرار؟ سیستان بلوچستان رو جدا کنن که چی بشه؟ کی حاضر بیاد سیستان بلوچستان رو بگیره؟ و چه بکنه؟ با سیستان بلوچستان چی کار میشه کرد؟ بیایید محبوب جان خیلی متشکرم، بیایید عرق ملی رو تقویتش کنیم. ما میتونیم، ما میشه ها. برای اینکه بفهمید این میتونه و میشه چیه، نه بزیدم با مجاهدین هیچ کس نمیتونه کار کنه، من یکی که نمیتونم کار کنم، شما هی میتونید کار کنیم بفهمید. آقا جان یه دونه حاج ابوالقاسم فردوسی بود، محسن اسرانی، این کشاورز بود در روستای توس. ابوالقاسم فردوسی وضعش بد نبود، البته پدرش وضعش خیلی خوب بود، ولی خب فردوسی اهل کار نبود. حاج ابوالقاسم خان ما بدتر از اپوزیسیون ما. بابا چرا دلگیر کننده شد؟ من که نمیتونم همش داد بزنم، که من حرف عادیمو دارم میزنم، این دلگیری نداره که بقیه برای من درمان دولت در تبعید ادامه بدید. عزیزم دولت در تبعید تا تو عرق خلیج فارس نداشته باشی دولت در تبعید دولت در تبعید نمیشه. آقا جان 700 نفر آدم اینجا هستید، نمیتونید برید حداقل کار ممکن رو بکنید، لایک زدنه، نمیتونید حداقل کار ممکن رو بکنید، شیر کردنه، نمیتونید حداقل کمک مالی رو بکنید، نمیکنید یا نمیکنید یا نمیتونید یا نمیخواید، یکی از این سه تا دلیل رو داره دیگه. با حرف من راجب دولت در تبعید که یه قدرت ایجاد نمیشه مگر من روح مرده شما رو زنده بکنم. من میخوام روح مرده رو در شما زنده کنم. آقا این داستانیست دیگه. فرض کنیم به عنوان مثال ما 700 نفریم، از این 700 نفرمون 200 نفر برنامه رو شیر بکنن فوری میرسیم به 2000 نفر. نمی کنیم. چرا؟ چون میترسیم که اگر شیر بکنیم منیژه خانم ببینه، یا فکر میکنیم وزارت اطلاعات نشسته ما ببینیم یه برنامه رو شیر کردیم بیاد سراغمون. بابا با یه ملتی که اینقدر میترسه من بدبخت چیکار میتونم بکنم؟ تازه طرف تو فرانکفورت نشسته بهش میکنم میگی لایک بکن، نکنی من میرم ایرانو برد میکنم اونجا تو فرودگاه جلو من نگیرم بگم برنامه آقای همایون رو لایک کردی، بگم چند نفر این 700 نفر این حالو دارن.
با کی برم من جنگ؟ یه گروه عظیمتون نشستید حساب کتاب میکنید. حرفاش راسته ها بابا تفلک، چقدر درست میگه ها، ولی خب منیجه من باید برم ایران حقوقامو بگیرم، حقوقام چی میشه؟ مجسمه فردوسی رو از میدون قزوین برداشتن، پای زیرش هم خراب کردن، ولی با اعتراض مردم به جای خود برگشت، ولی بدون پای برگشت. خب آقا تو شما نفهمیدین فردوسی کی بوده؟ به قدرت خودتون ایمان نمیاری. 700 نفر، همین 700 نفر، 720 نفر اراده بکنن همین امشب میتونن خرج یک ماه تلویزیون رو بدن. به نظر شما تو 720 نفر حرف بزرگیست این کار؟ کار بزرگیست؟ نمی کنه. میگه خب پسند که این آزاده ایرانی هست که راستم میگه ها، این سحر میگه چرا همش از اسم منیژه استفاده میکنه؟ حالا میگیم سحر از این ببر. فریبرز ایرانی دمت گرم، ترس و بی‌تفاوتی بدبختمون کردیم. چند تاتون واسه میشین این دوربین بشین 10% حرفای منو بزنین؟ حالا چون جرئت نمی کنین بیاین بشینی و چون نمیتونی حرفا رو بزنین، میرین راهش چیه؟ یه عده این واقعیت رو قبول میکنن، اما یه عده دیگه بابا این خودش مال جمهوری اسلامیه، سعی به تخریب میکنن نیروشون رو. حالا کمک که نمی کنی، کاری هم که نمی کنی، پولی هم که نمیدی، ما رو هم تخریب میکنی. بابا باریکلا فردوسی کشاورز بود، کشاورز هم در اون دوره جزء طبقه پولدار جامعه بودن، جزء طبقه توانمند بودن. ولی این سیروس فلاطون میگه رضا شاه بزرگ با 700 نفر ایران رو آزاد کرد. ممنونم فروزان همایونی، کجا بودی؟ دلمون تنگ شد. نیلوفر ممنونم ازش. خلاصه این کشاورز بود، همه دارایی شوهی خورد و خورد و خورد و خورد، این آزاش خیلی خراب شد و راه افتاد اومد دربار محمود غزنوی. دربار اون دوره هم دربارا هر کدوم ملک و شعرا داشتن، نمیدونم تا زمان رضا شاه این بود ها، بهتون بگم تا زمان رضا شاه هر درباری ملک و شعرا داشت. این ملک و شعرای بهار آخریش بود دیگه، اون تا رضا شاه حوصله این بازی ها نداشت، بدتر از من ملک و شعرهای و اینا نداشت، عقا پرقاب ریخت و اصلا قانون برد مجلس که کسی از لقب نمیتونه استفاده کنه. واقعا این مرد هرچی میگذره آدم فکر میکنه این رضا شاه چی بود؟ خدایا اصلا شما رضا شاه رو با محمد ابن عبدالله بیاییم مقابله کن. بابا دعوا که نداریم که بیاییم بگیم آقا این چیکار کرد اون چیکار کرد. سم بیات عزیز ممنونم، بیا بگو آقاشون. ما سمیرا الان زنگ بزن 818-577-5380، ولی اگه نتونی طرز کار نکنی یه فس کتکت میزنن. سمیرا 818-577-5380، بیا رو خط ببینم چی میگی. بیا رو خط. به به بهداد چه عکسی فرستاده بر من. سمیر از تورنتو زنگ میزنی؟ آره دیگه. الو الو سلام. به 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 سمیر خانم زیبا، حال شما چطوره؟ متشکرم، مرسی. خسته نباشید آقای همایون. واقعا همه ماها به جز اینکه خب هر شب we look forward to see your program کلی مدین شما هستیم، چون من وقتی که یادم شما داریم برای ایران و آزادی همه تلاش میکنید. من میخواستم ببینم که امکانش هست یک یه برنامه هست، یه وبسایتی هست که اسمش
GoFundMe. I'm sure که باش familiar هستی. GoFundMe. مثلا کسایی که بیماری و اینا هم دارن حتی میتونن میرن اونجا یه پروفایل درست میکنن و مردم میتونن به طور انانیمس بهش کمک کنن. چون من میشناسم کسایی که دوست دارم به برنامه شما کمک کنن ولی خب دوست ندارن هیچ رد پایی ازشون بمونه یه جورایی. به هر حال چون فامیلی و اینا ایران دارن. That's what I've heard. اون چیزی که من شنیدم. و فکر کنم اگر به طور انانیمس چون برای پولیتیکال اکتیویست هم توی وبسایت GoFundMe اجازه میدن که پروفایل باز کنین و مثلا من دیدم که توی برای ونزوئلا کمپین هست برای یه چیز اونجوری اگه درست کنیم سمیرا خانم میترسم باز کنیم بعد در مقابل ونزوئلایی ها برون بره نه بابا دیگه یونیا همه بیشتر نشون میدن که اینجوری نیست واقعا من با خودم هشت میگم 6 میلیون بیرون از ایران هم نفر یه دلارم بدن میشه 6 خودت سب کن ببینم خودت چند سال از ایران چند سال از ایران اومدی بیرون خودت من 20 خورده ساله 20 خورده ساله و ده. فکر میکنم یعنی خیلی بچه بودی اومدی دیگه لابو لطف داریم مرسی بله 16-17 سالم بوده وقتی مادم بیرون 16-17 سالت بوده خب چی فکر میکنی واقعا چرا ما ایرانیایی که خارج از کشوریم اینقدر بیتفاوتیم اینقدر برامون مهم نیست چرا چی فکر میکنی واقعا من نمیدونم من واقعا فکر نمیکنم برامون مهم نیست من فکر میکنم اولویت هامون رو یه ذره در نظر نمیگیریم یعنی اینی که خب همه اومدیم شاید اینجا یه ذره زندگی هامون هم مشغول شده هم به یه راحتی رسیدیم و دیگه اونقدر برامون اولویت نیست حالا پرپر زدن برای اون نظام پوسیده یک درب و داغون و کسایی که اونجا دارن زج میکشن و لیدرشپ ممکنه یه ذره کمه و واقعیت اصلی اتحادمون خرابه یعنی چطور همه بلند میشن میرن رای میدن چیز تطلو رو میبندن ولی همه نمیتونن اعتراض کنن ریپورت کنن به اینستاگرام که اصلا خامنه ای برای چی باید اینستاگرام داشته باشه اونو ریپورت کنن یا امثال اونو ریپورت کنن از جاهای پابلیک اینا رو بندازن بیرون ولی چرا همه گنگاف میکنن میرن یه دونه آدمه که حالا سوشالی بیچاره مریضه اعتیاد داره هزار تا مشکل داره اون یه نفر رو گیر میدن اتحاد واسه اینجور چیزای مخرب فاسد دارن ولی واسه یه چیزی که پروداکتیوه و کانستراکتیوه و سازنده است ندارن و حالا واقعا من خودم خب خیلی ساله که ایران نبودم و اصلا نمیدونم که چجوری میتونم کمک بکنم ولی واقعا دلم میسوزه چه به حال خودمون که اومدیم بیرون چه اونایی که اونجا ماهایی هم که اومدیم ایران اینجا به هر حال اگر ایران میموندیم و از تجربه های پدر مادرمون استفاده میکردیم شاید 100 قدم جلوتر بودیم یعنی هممون به نحوی داریم یک we're paying a price یه ضرری رو داریم میدیم ولی چرا اتحاد نداریم که حقمون رو پس بگیریم این تو سری خوردنه شده کالچر تو ایران گردن خم کردن جلو ظلم ولی راستی من همسرتونم آکه موشه یا به 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 گفتم این مگه اصلا من خودم حد زدم و همینه که احساس میکنم ماها دیگه یواش یواش این گردنه رو نباید خم کنن اینقدر واسه حقشون واسه اون چیزی که باید سرشون رو بلند نگردارم مثل بچه هایی که بلند نگردشن حالا با خونشونم they paid the price ولی خب به هر حال دیگه باید یه کاری کرد نمیشه این کار انجام نمیده سمیرا خانم من این نکته رو شما گفتی به نظر من حرف کاملا درستیه یعنی 40 سال آرام آرام یک نسلی رو تربیت کردن که این نسل ظلم پذیر باشه و این اتفاق افتاده و الان از این نسل ظلم پذیر حقارت پذیر دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن اهداف جهانی رو بهش دست بیارن. ببین یه نکته ای هم بکن، ببین تا الان حتی دولت‌های آمریکا که جمهوری اسلامی سفارتشون رو گرفت، که جمهوری اسلامی آدماشون رو گرفت، الان آدماشون اینا نمیگن ما خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستیم، اینا اسمی از براندازی حتی نمیارن و الان به نظر میرسه که اصلا مثل این که ما رو آماده کردن، شرایط رو یه جوری فراهم کردن که فردا اگر این مملکت تیکی پاره شد ما هیچ عکس العملی نشون ندیم، هیچ
سورپرایز نشیم، هیچ اتفاقی نیفته. شما اینجوری فکر نمی کنی؟ بله بله کاملا درسته. اصلا یه ترسی تو دل مردمه، یکی از این میترسه که حالا اینا برن کی میاد، یکی میترسه که حالا اینا برن من حقوقم از کجا میگیرم، یکی از ترس نونه، یکی از ترس جونه، یکی از چاپلوسی. اصلا یعنی یک نمیدونم واقعا. فقط من آرزو میکنم که این دولتی که شما دارین تشکیل میدین واقعا با موفقیت کامل این کار انجام بشه، به رسمیت شناخته بشه و شاید بتونیم توی جامعه جهانی یه جایی رو پیدا کنیم. استپ بای استپ من برنامه های آقای دکتر کنگرلو و برادرشون و بیشتر برنامه های شما 99% کچ میکنم و واقعا خوب پولم براتون با چی میگن؟ I'm cheering for you guys. امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته. حالا سمیر خانم یه خبر بهت بدم، اومدی رو خط من، یه چیز بکنم که فردا آقای چهارشنبه آقای دکتر کنگلو و خانم نیره انصاری یک مطلبی رو منتشر خواهند کرد که دولت در تبعید مشغول نوشتن یک لایحه است علیه جمهوری اسلامی به جرم عدم لیاقت. و دیدی مثلا یه پدر مادری توانایی سرپرستی بچه رو ندارن، دولت ها میان و سرپرستی اون بچه رو میگیرن. حالا از این یه قانون بین‌المللیه، دارن از این قانون استفاده میکنن که این رو ببرن به مجامع بین‌المللی و مطرح بکنن این دولت صلاحیت اداره مملکت ایران رو نداره. یعنی یک انقلاب از نوع جدیدی است اتفاق داره میفته. به هر حال امیدوارم، ممنونم از ساپورتت. مطلبی هم که گفتی فوق‌العاده بود. الان من بلافاصله بعد از برنامه توسط همکارام تماس میگیرم ببینن چیه، اگرم لازم بود میگم با خودت تماس بگیرم و ازت کمک بگیرم. نمیگیرم شبتون خوش. از همه ادمیناتونم ممنون، هر شب خیلی زحمت میکشن. ممنونم ازت، ممنونم سمیرا جان. خانم آقایون، گفتگو کردیم با یک بانوی شایسته ایرانی، کرموشایی. آقا مهمتر از همش کرموشایی بودنشه، مهمتر از همه واقعا این کرموشایی بودنش رو باید خیلی شماها عرضم بزرگتون بهش توجه داشته باشی، چون زنان که مثل مادر من شیر زنن اینا. و عرضم بزرگتون که بله اینجا خب، اولا تشکر میکنم از جهان عزیز، از خود سمیرا، از جهان، از مهداد، از محسن اسرانی، از همه شون سپاسگزارم. باید این حس بودن داشتم، داستان فردوسی رو تعریف میکردم. فردوسی خلاصه این چیز رو پریسا ناصری عزیز میگه شما در برنامه گفتید میخواهید امپراتوری ایران ایجاد کنید، تن من لرزید. چای فقط میخواست ایران رو ژاپن دوم بکنن. تو رو به خدا، ما نمیخوایم ژاپن شیم نه امپراتوری، ما فقط یه زندگی معمولی میخوایم. مردم ما ژاپن و آلمان نیستند. بذار تو راجب این موضوع یه برنامه سمی رو مستقل صحبت میکنم، چون الان باید این داستان فردوسی رو بگم، ولی این سوژه‌ای که گفتی خیلی مهمه، باید راجبش حرف بزنیم. خلاصه فردوسی شاهنامه رو نوشته، چیکار کنیم چیکار نکنیم، به مثل ما خورده بی پولی. بهش گفتن آقا این سلطان محمود خوشش میاد، تو این شاهنامه، تو مقدمش یه 3-4 تا خلاصه متن شاه سلطان حسین رو بگو، این کمک میکنه، کمک مالی میکنه. فردوسی هم رو افتاد رفت دربار سلطان محمود. اونجا ملک و شعرها داشتن، 3 تا شاعرهای مهم روز نشسته بودن تو دربار رو. خلاصه داستان ها درست کردن، البته میگن یه مشاعرهی درست میکنن، یه 2 بیتی بگیم و بیت آخرش رو تو بگو و اینا، و شرط میذارن برای اینکه فردوسی رو راه ندن تو دربار، نونشون آجر میشد. خلاصه هر جوری بود
فردوسی به چیز توجه میکنه، به عرضم به حضورتون که حرف دوستان توجه میکنه، مت سلطان محمود میسه و خدمت سلطان میرسه. سلطان داستان رو که میشنوه خیلی خوشحال میشه و به خزاندار میگه 30,000 سکه زر بده به فردوسی. هیجان زده میشه سلطان محمود. سلطان محمود میاد بیرون و میبینه که میره به قول حمام که خاکی از سرتن بشورد و اینها. و در این موقع خزانه دار به سلطان محمود میگه آقای شاه چرا این بزن و بخشش ها رو میکنی؟ صندوق ما خالیه. خلاصه مخ شاه رو میزنه که به جای 30,000 تا سکه زر 30,000 تا سکه نقره بدن به فردوسی. این عرضم به حضورتون که مامورای دربار میان و این 30,000 تا سکه رو تو حمام میدن فردوسی. فردوسی هم بهش بر میخوره، این 30,000 تا سکه رو بینید دلاکای همون پخش میکنه. حالا منظورم این نبود، منظورم این بود که فردوسی یه تنه با یک دیوان، با یک کتاب شاهنامه، زبان شما رو، زبان یک ملت رو، شما نگاه کن، مصری ها عرب نبودن مثل ما بودن، سوریه عرب نبودن مثل ما بودن، عراق عرب نبوده مثل ما بوده، اینا رو اسلام رفته به هر شهری، زبان اونا، فرهنگ اونا، همه چی اونا رو تغییر داده، عربیش کرده. ولی در ایران یه فردوسی پیدا شد، زبان شما رو حفظ کرد. آقا یه مرد پیدا شه این ایران از چنگال خامنه‌ای در بیاره؟ نمیشه؟ من به شما قول میدم که میشه. از چنگال خامنه‌ای در آوردن همانا، خلیج فارس حفظ شدن همانا، یقه این پوتین مردک نادان رو گرفتن، سهم خزر رو برگردوندن به ایران همان. این میشه مردم. متا به دولتی که میدونی چرا الان نمیتونه؟ برای اینکه دولت و ملت جدان. میدونی چرا زور شاه میرسید؟ شاه یه جوری نمایش داده بود که نشون میداد مردم پشت سرش وایسادن. قدرت دولت ها به حمایت ملت هاشونه، کما که قدرت من الان به این حمایتی که شما میکنید. شما نباشین که تره برام خورد نمیکنه. چون شما هستین و حمایت میکنین، این قدرته. هر چقدر این فتیله حمایت بالاتر باشه، قدرت ما قوی تره، زبون ما دراز تره، اهمیتمون بیشتره. ای بابا وقتمون تمام شد. آریان رمضانی معلومه که شدنیه، تردید نکن ویدا شدنیه، به شرط که هممون بخوایم، نه فقط شهرامون مهم بخواد، نه فقط شما فکر کنیم با داد زدن من درست میشه. نه، روزی که زنان، بذارین حرف منو ببرن ببرن استفاده کنن، روزی که زنان ایران، امروز تو برنامه رامینا گفتم، آتاتورک وقتی خواست مجلس ملی رو بسازه، اهالی محل رفتن سفالای سقف خونه شون رو که ممکن بود شب بارون بیاد زندگیشون رو از بین ببره، ورداشتن و بردن گذاشتن روی سقف ملی. پول نداشتن دیگه، پولاشون داده بودن. ما چی کار حاضرین بکنیم؟ بنویسید رو کاغذ امشب، برین رو کاغذ بنویسید من برای وطنم چه حاضرم بکنم، من چیم و من نمیتونم و آخه من فلان و بابا ما یه حقوق صندلی داریم و من با مای 35,000 دلار تلویزیون 4 ساعته درست کردم، ایران اینترنشنال 15,000 دلار برای 20 دقیقه برنامهش میده. پس میشه با همین توانهای اندک به هم بپیوندیم، جمع بشیم و میشود، چون ما هستیم. به شرط اینکه شما خودتون رو باور کنید، شما
اگر ما 10 تا مثل کیانی، 10 تا مثل نورون لندن، 10 تا مثل آزادی ایرانی، 10 تا مثل همین سمیرا، 10 تا اینا تعداد باید زیاد بشه. تعداد اینا که زیاد، 10 تا مثل بلوچ، 10 تا مثل خلج، 10 مثل همینایی که هستید دیگه همتون، اینا 10 برابر بشن چه اتفاقی میفته؟ قدرت این تلویزیون 10 برابر بشه. وقتی لایو یوتیوب میذاره به جای 1700 نفر 17000 نفر ببینن. شما میتونید این کارو بکنید، خرجی هم نداره، منتها وقت باید بذارید. باید بگیم من چه حاضرم بکنم. ولی می آریان رمضانی فکر میکنید مثلا چی؟ آریان رمضانی فکر میکنید چی کاره است؟ تو پیتزا فروشی کار میکنه، خیلی هم فلان، ولی درآمدی نداره فکر میکنید الان. ولی خودش ادمینه، خودش پول میده، فکر میکنم روز 60 یورو میگیره، یک ششم درآمد هر روزش رو داره اینجا هزینه میکنه. شما چی؟ چند نفرتون اینجوری هستین؟ آریان رمضانی ایمان داره، به این باور رسیده، به این ایمان رسیده. شما نرسیدید، شما خوشتون میاد از حرفای من، شما من حرف میزنم دوست دارید، ولی به ایمان نرسیدید. سمیرا به ایمان رسیده، فریما به ایمان رسیده، باید این ایمان رو بالا برد. هر وقت به این ایمان تعداد اینا 10 برابر شد، اون وقت بدونین پوتین و خامنه ای و اینا در مقابل ما از پشی چیزی نیستن. اینا چرا فکر میکنن اینا قدرتن؟ ما ضعیفیم که اینا خودشون رو قدرت نشون میدن. وارد جایی به این بهروز امینی به ایمان رسیده، به ایمان رسیده، یک سرباز انقلابیه. حتی سم شوهر آزاده به ایمان رسیده. ما میزان این ایمان ها کتومون کمه. خب وقتم که نداریم. تو مرجانی، تو در جانی، تو مروارید قلتانی، اگر قلبم صدف باشد. تشکر میکنم از آقای یاسر، تشکر میکنم از مریم آیرم. راست میگه، میگه بابا این پول کافیه، بنزی کافی ایمان بیاریم. بله بفرمایید. به اندازه کاخان دکتر اومدن، به اندازه کافی ایمان بیاریم، به اندازه کافی. آریان رمضان جا مومی ها فقیر حافظه قبلی داری شما، یک بار به شما نکته به نکتهش هنوز یادتونه و درست فرمودید. ای بابا دیزی شهرام مایون بسین که آقا. ببین همین چند لحظه آخر 25 نفر رفتید، 675 نفر موندید، ولی از این 675 نفر چند نفر تو رگاتون به اندازه آریان رمضانی جوش ایرانه؟ اندازه شو اندازه گیری کنید، به همون اندازه ما موفق میشیم، به همون اندازه که شما ایمان بیارید. بهروز امینی درود بر مریم عزیزی، رویا نجفی درود بر بانوی مریم، بانوی گرامی، ناصر حیدر ممنونم ازش، سپاسگزارم. از تمامی ادمینای ممنون، شکیلا، آریو برزن، کوروش حقیقی، آریان رمضانی، آریو برزن، شکیلا، کوروش حقیقی و و و و و یک سیگار. بهداد جاویدان بود دیدم، عرضم به حضورتون که خانم نیکنژاد بود دیدم، استاد پیر خراسانی رو دیدم، عرضم به حضورتون. پیمان عزیزم رو هم دارم میبینم. یا تو مرجانی، تو در جانی، تو مروارید قلتانی، اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پیمان.